مرکز آمار رژیم، تورم نقطه‌ای 41.6%، افزایش قیمت گوشت، اینترنشنال پالیسی دایجست، ظریف را به خاطر نقض حقوق بشر در ایران مورد حسابرسی قرار دهید. بنا به گزارش مرکز آمار رژیم، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد 98 به 41.6% رسیده است. مفهوم این عدد یعنی اینکه خانواده‌ها به طور میانگین 41% بیشتر از مرداد سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. قیمت گوشت باز هم افزایش یافت و در مواردی هر کیلو 130 هزار تومان به فروش رسید. سایت حکومتی تسنیم نوشت با وجود وعده‌های مسئولان برای کاهش قیمت گوشت قرمز، اما قیمت گوشت گوسفندی نه تنها ارزان نشده بلکه گران‌تر هم شده است، به طوری که هر کیلوگرم از این محصول 102 هزار تومان تا 130 هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت این محصول تا 85 هزار تومان نیز طی ماه‌های گذشته کاهش یافته بود. اینترنشنال پالیسی دایجست درباره ظریف نوشت ظریف نه تنها چهره و صدای آخوندهای حاکم بر ایران است، بلکه شخصاً بر اجرای دستور کار خامنه‌ای و توجیه و سرپوش گذاشتن بر جنایات تهران در داخل و خارج از کشور تلاش کرده است. در واقع او بیشتر وزیر تبلیغات سیاست‌های رژیم است تا وزیر خارجه رژیم. ظریف با جنایت علیه بشریت ناآشنا نیست. زمانی که او به عنوان یک دیپلمات ارشد حرفه‌ای در سازمان ملل در سال 1988 فعال بود، دولت او بیش از 30 هزار تن از زندانیان سیاسی، اعضا و طرفداران مجاهدین خلق در ایران را قتل عام کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت گفت وی و رئیس جمهور آمریکا در خصوص هدفی مشترک در قبال رژیم ایران مبنی بر دست نیافتن تهران به سلاح اتمی توافق دارند. ماکرون افزود دیگر هدف مشترک آمریکا و فرانسه در قبال رژیم ایران حفظ ثبات در منطقه است. نشست گروه هفت از روز شنبه در بیاریتس فرانسه آغاز شده و رهبران کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در آن حضور دارند. به دنبال ضرب و شتم یک زن 50 ساله عراقی در فرودگاه مشهد توسط ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی، عبدالله اوجیل الیاور، شیخ مشایخ شمر، خواستار بستن مرزها به روی ایران شد. همچنین قتیبه الجبوری، رئیس کمیسیون پارلمانی بهداشت و محیط زیست از وزارت خارجه عراق خواست به خاطر اقدام این مامور رژیم و تعدی به یک خانم عراقی در یکی از فرودگاه‌های ایران ضمن یادداشت اعتراضی شدیدالله خواستار پاسخگویی رژیم ایران شود و معذرت خواهی سفیر رژیم در عراق را غیر قابل قبول خواند. کارگران هپکو عراق صبح روز شنبه مقابل شرکت تجمع کردند و به بلا تکلیفی وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت و حقوق عقب افتاده و مشکلات بیمه‌ای اعتراض کردند. کارگران میگویند نگران امنیت شغلی خود هستیم. به گفته کارگران بعد از گذشت 5 ماه از سال، کارگران فقط دستمزد 1 ماه و علل حساب از ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت کردند. کارگران هپکو عراق نسبت به پرداخت نشدن حقوق ماه‌های تیر و مرداد معترض هستند. روز شنبه جمعی از غارت شدگان مجتمع آدینه رشت مقابل مصلی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.